اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز توی ریای لیدرشپ میخوانه نظری های مختلف در مورد رهبری با در نظر داشت خصوصیاتی که اگر رهبر از فرد عادی فرق کنه موجود است، در حالی که در بیشتر تحقیقاتی که دانشمندان هنر رهبری کردند و آنها با گذشت زمان از تئوری خصوصیات فردی به تئوری موازی و احتمالی تغییر موقف کردند، که در تئوری خصوصیات فردی میگه که اوضاعی که رهبر در آن رهبری میکنه توسط مهارت و شخصیت یک لیدر تعیین میگرده، اما چارلی میگه که علاقه به پژوهش در فیلد لیدرشپ یا بخش رهبریت در دهه اول قرن 20 افزایش یافت و 8 تئوری مشخص گردید. تئوری اول تئوری گریتمن است که گریتمن میگه که در این تئوری میگه ظرفیت رهبری در یک فرد ذاتی است، یعنی ای که رهبران بزرگ جهان تولد میشه نه ای که ساخته میشه. این تئوری میگه که یک فرد در جامعه به شکل قهرمانی، به شکل اسطوره‌ای و مقتدر رهبر ظهور میکنه و تئوری گریتمن وقتی در مورد رهبریت استفاده میشد که فکر میشد که رهبری تنها مختص به مرد است و نه به زن، خصوصا رهبری نظامی. تئوری دیگر تئوری خصوصیات فردی است. در بعضی از موارد این تئوری مشابه به تئوری گریتمن است. تئوری شاخصهای فردی میگه که افراد بعضی از خصوصیات و توانایی را دارند که او سبب میشه به عنوان رهبر ظاهر شوند، و تئوری شاخصهای فردی خصوصیات سلوکی یک فرد که به عنوان لیدر از آنها توارز میکنه، به عنوان رهبر از آنها توارز میکنه شامل میشه. بعضی از افراد این تئوری در مورد انتقاد قرار دادن، میگن که اگر کسایی که چنین خصوصیات را از خود دارن ولی برابری نمیرسن در مورد اونها چی میگن؟ خب به هر صورت این سوال لاجواب مانده تا کنون، و ناسازگاری و ناهمانگویی در خصوصیات رهبری و موثریت رهبری سبب این شده که پژوهشگران در جستجوی یک تعریف جامع برای رهبریت و یک رهبری موثر شوند. تئوری دیگه تئوری احتمالات است. تئوری احتمالات میگه که بیشتر بر تفاوتهای فعلی محیط و جامعه که سبب میشه که چه نوع لیدرشپ یا رهبری مطابق به شرایط زمان و مکان سازگار است تمرکز دار. نظر به این تئوری در تمام شرایط یک شوی رهبری مناسب نیست. موفقیت یک رهبری بستگی به او داره که بستگی به تفاوت در شوی رهبری داره که مطابق به شرایط زمان و مکان یک شوی لیدرشپ یا رهبری مناسب اختیار کنه. تئوری احتمالی میگه که موثریت یک لیدرشپ یا رهبری بستگی به درجه تطابق همین شوی رهبری با هر نوع شرایط میباشد، یعنی موثریت یک رهبری دهی است که شوی رهبری با هر نوع شرایط تطابق داشته باشد. و تئوری وضعی میگه که در تئوری وضعی میگه که رهبر تصامیم مناسب مطابق با شرایط زمان و مکان میگیره و تقریبا مشابه به تئوری احتمالی است. شیوه‌های مختلف رهبری میتوانه برای نوع مختلفی از تصمیم گیری مناسب باشه، و به طور مثال در یک وضعیت یک لیدر خودش با تجربه و با علمیت نباشه، یا اعضای گروهشان با تجربه و با علمیت نباشه، رهبری استبدادی بسیار مناسب است. و در وضعیت دیگه اگر اعضای گروه پیروانش متخصص باشه، بنابراین یک شیوه رهبری دموکراتیک شاید موفق باشه. تئوری وضعی برای در مطابق با وضعیت تمرکز داره که
رهبری مطابق با وضعیت باید شوی رهبری انتخاب شد. و تئوری رفتاری میگه که رهبران بزرگ جهان ساخته میشه نه ای که اونا زاده شد. و این تئوری بیشتر بر اعمال رهبر تمرکز داره که نه بر توانایی فردی او. نظر به تئوری رفتاری میگه که افراد توسط تعلیم و تحصیل میآموزن تا رهبر شد. و نیلر میگه که علاقه به سلوک رفتار رهبر بعد از مقایسه شیوه های اوتوکراتیک و دموکراتیک رهبری بروز کرد. در شیوه رهبری اوتوکراتیک یا استبدادی اعضای رهبری تا وقت خوب کار میکنند که رهبر حاضر باشه، و در شیوه اعضای گروه خوشحال نیست و احساس نارضایتی میکنه. و در شیوه رهبری دموکراتیک اعضای گروه به شکل اوتوکراتیک عمل میکنند و اعضای گروه یک حس نسبت دارند، و از همه مهمتری که اعضای گروه به کار و تلاش خود در صورتی که رهبر حاضر نباشه هم ادامه میدن. و تئوری مصلحتی. تئوری مصلحتی یا تئوری اشتراکی میگه که یک رهبر دلخواه و ایدئال آن است که رای دیگران را در نظر بگیره. رهبری اشتراکی اعضای گروه تشویق میکنند تا در پروسه های تصمیم گیری اشتراک کنند و سهم بگیرند، و اعضای گروه کمک میکنه تا احساس بستگی و تعهد در پروسه تصمیم گیری بکنه، یعنی در پروسه تصمیم گیری سهیم باشه. و یک منیجر که با شیوه مصلحتی رهبری میکنه، نه اینکه تصمیم خودش به تنهایی نمیگیره، بلکه تلاش میکنه تا دیگران را در پروسه تصمیم گیری دخیل کنه و باعث و میتواند دیگران متعهد بسازه و حس همکاری و یاری در میان اعضای گروه افزایش بده و سبب تصمیم گیری درست و موفق بگرده. تئوری دیگه تئوری ارتباطی است. در تئوری ارتباطی همچنان به تئوری تبدیلی نیز شهرت داره، بیشتر بر رابطه موجود میان رهبر و پیرو تمرکز داره. و دری تئوری رهبری عبارت از یک پروسه است که در آن یک فرد با دیگر گروه‌ها درگیر است، با دیگر افراد درگیر است، و در نهایت یک رابطه وجود دارد که او سبب افزایش انگیزه و مورال هر دو فرد، هم رهبر و هم پیرو می‌گردد. تئوری روابط قابل مقایسه با تئوری جاذبه‌ای است که در تئوری رهبری جاذبه‌ای طوری است که در روی یک رهبر با داشتن بعضی از توانایی‌ها به مانند اعتماد به نفس و بیرون‌نگری به شکل واضح به ارزش‌هایی که به خودی می‌تواند پیروان را انگیزه بده ظاهر بشه. رهبر تئوری رابطه‌ای و به شکل یا تبدیلی به اعضا و افراد و پیروانش الهام می‌بخشد و آنها را انگیزه می‌دهد و کمک می‌کند تا اعضای گروه اهمیت موضوع را درک کنند و ماموریت را درک کنند. و این رهبر نه تنها بیشتر تمرکزش بر عملکرد اعضای گروه است، بلکه بر اعضای گروهی که طور درست و مناسب در مسیر هدف روان است بالا از اونام تمرکز دارد. و رهبران از این تیپ رهبری معمولا بیشتر دارای مجاز و اخلاق و مورال استاندارد می باشند. و تئوری دیگه تئوری مهارتی است. در این تئوری میگه که آگاهی و مهارت‌ها و توانایی‌های به دست کسب کرده رهبر در جهت یک رهبری مؤثر بسیار اهمیت دارد.
و توری مهارت اهمیت آگاهی لیدر با رابطه و خصوصیات فردی و ظرفیت که به طور توری مهارت یا مهارتی اهمیت و آگاهی لیدر و خصوصیات فردی و ظرفیت که به طور مؤثر بتونه رهبری کنه رد نمیکنه، ولی استدلال میکنه که مهارت های آموخته شده، شیوه های راه اندازی شده و علمیت به دست آمده یک از شاخص های رهبری خوب می باشه و باور قوی به تئوری مهارت ها تقاضا میکنه که تا وقت در حین پیشگیری این شیوه رهبری و طرح‌ریزی این شیوه رهبری باید تلاش کافی، منابع کافی، تایم کافی باید داشته باشین تا این رهبری را در پیش بگیرین و این شیوه رهبری را عملی کنین. و تشکر شما، امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه.